دوست نازنینم سلام، آزاده هستم و به کانال آشپزی ما خوش اومدید. اگر دوست دارید ببینید چجوری میشه یه سوپ کدوی کباب شده درست کرد، در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. زنگ رو بزن تا ویدیو جدید برای شما اطلاع رسانی بشه. حالا بریم ببینیم برای این سوپ کدو خوشمزه چیا احتیاج داریم. برای این سوپ احتیاج داریم به 1 کیلوگرم کدوی حلوایی یا کدوی تنبل، به اندازه 1 لیوان آب مرغ، 50 گرم کره، 3 عدد سیر، 1 عدد پیاز. دوستای نازنینم، برای تهیه این سوپ هم میتونید از کدوی حلوایی استفاده کنید و هم از کدوی تنبل. کدوی تنبل همون کدوی بزرگی هستن که نارنجی رنگ هستن و برای شب هالووین استفاده میشه. خب ما 1 کیلو به اندازه 1 کیلو از این کدوی تنبل رو داشتیم. به اندازه هایی که به این شکل هستش برش میزنیم. البته فراموش نشه که تمام دونه های داخل کدو رو هم خارج کردیم و کامل کدو رو شستیم و آماده کردیم. پس به این شکل به این ابعاد در میاریم. اینا رو میذاریم توی یه سینی فر که مناسب فر باشه. سینی شبیه این. خب حالا الان من اینجا میذارم توی این بشقابه، ولی شما بذارید توی سینی فر. برای اینکه میخوایم ما کدوی تنبل رو کبابی کنیم، این کار رو با کدوی حلوایی هم میشه کرد، فرقی نمیکنه. وقتی که گذاشتیم داخل سینی فر، یکم دوربین اگر بیاد جلوتر و بگیره، چیکار میکنیم؟ ما روغن رو کامل روی سطح کدو میریزیم. این روغن به پخته شدن کدو خیلی کمک میکنه، پس سطح کدو باید به روغن آغشته بشه. با یه قلمو یا با یه قاشق سطح کدو رو کامل به روغن آغشته میکنیم، چون این روغن بسیار کمک میکنه که کدوی ما پخته بشه. فلفل سیاه و نمک هم برای تندار کردن کدو بهش اضافه میکنیم. این به مدت 2 ساعت میره داخل فر با 350 درجه فارنهایت یا 180 درجه سانتیگراد. حواسمون حتما باید باشه بهش سر بزنیم، ممکنه که بعد از یک ساعت و ربع دیگه شروع کنه به آماده شدن و به این درجه از پختگی برسه کدوی ما، یعنی که وقتی یه قاشق یا چنگال توش فرو میکنیم کامل پخته باشه و فرو بره. بعد از 2 ساعت که این کدوی تنبل داخل فر بود و این رنگ قهوه‌ای سوخته کم به ما داد و اینا رو امتحان کردیم و پخته بود، از داخل فر در میاریم و تا وقتی که داغ هست ما بافت کدو رو از پوست جدا میکنیم و داخل یک ظرف میریزیم. دیدی الان چون که اون قسمتی که من روغن ریخته بودم کامل راحت از پوست جدا شد، چون که کامل پخته بود و بافت خیلی خوبی داشتش. دوستای نازنینم، برای اون دسته از عزیزانی که فر ندارن در منزل یا اصلا نمیخوان از فر استفاده کنن، خستم حوصله ندارن، خیلی راحت‌تر هم میشه این کار رو انجام داد، ولی خب طعمش یکم فرق میکنه. ما برای این کار چی کار کردیم؟ همون کدوی تنبلی رو که داشتیم پوستش رو گرفتیم، به قطعات خیلی کوچیک در آوردیم، به ابعاد یه مکعب خیلی کوچیک در آوردیم و با 1 لیوان آب گذاشتم به مدت 20 دقیقه روی گاز پخت. البته آبش کامل کشیده شد و یکم هم کاراملی شد و این اصلا ایرادی نداره، طعم سوپ ما خوشمزه تر هم میکنه، ولی حواسمون باشه که نسوزه. خلاصه اگر که نمیخواد از فر استفاده کنید، میتونید به این صورت هم کدوی حلوه یا کدوی تنبل رو روی گاز بپزید و آماده کنید. دوستان نازنینم، معمولا این سوپ رو توی بلندر درست میکنن، یا وقتی مراحل آماده سازیش انجام شد سوپ رو بلند میکنن یا توی غذا ساز میکس میکنن. من نمیخوام از بلندر استفاده کنم، به همین دلیل تمام
پیاز و سیری که ما داخل این سوپ استفاده میکنیم بعد کامل ریز ریز خورد بشه. حتی رنده هم میتونید پیاز رو بکنید. از پیاز سفید هم بهتره که استفاده کنید، ولی این هم مسئله نیست، مشکلی نداره. فقط ریز ریز خودش میکنید. سه حب سیری رو هم که داشتیم رو هم ریز ریز خورد میکنیم یا رنده میکنیم. دوستای نازنینم، کاری که ما میکنیم این هستش که شعله قابل زیر قابلمه رو کم میکنیم، چون که ما نمیخوایم که پیاز یا سیری که میریزیم کاراملی بشه یا کرمون بسوزه. شعله پس کاملا کم هستش و کره رو داخل قابلمه آب میکنیم. پیاز رو که داشتیم هم اضافه میکنیم. پیاز ما اصلا نمیخوایم برشته بشه، فقط میخوایم که یکم بپزه. سیر رو هم اضافه میکنیم و هم بزنیم. بعد از 4-5 دقیقه که پیاز سبک شد، کدوی حلوایی که داشتیم رو یا کدوی تنبر رو که داشتیم اضافه میکنیم. کدو رو اضافه کردیم و چند تا هم زدیم، نصف لیوان آب مرغ که داشتیم رو اضافه میکنیم. به این دلیل هستش که ما همه آب مرغ اضافه نمیکنیم، چون غلظت سوپمون یه مسئله سلیقه‌ای هستش و هر کسی ممکنه سلیقه متفاوتی داشته باشه. پس با توجه به اینکه میخوایم سوپمون چقدر غلیظ باشه، بقیه سوپمون آب مرغ رو اضافه میکنیم. و اجازه میدیم که چند تا قول بزنه. توی این قسمت میشه شیر هم اضافه کرد. بعضی شیر نارگیل اضافه میکنن، بعضی شیر پرچرب اضافه میکنن که اون هم سلیقه ای هستش. و اگر دوست دارید میتونید شیر هم توی این قسمت به اندازه نصف استکان یا یک استکان اضافه کنید. بعد از اینکه 4-5 دقیقه روی گاز بود و جوش خورد و به این غلظت رسید، میریزیمش توی یک ظرف. با همزن دستی یا چنگال خوب هم میزنیم. با همزن دستی کامل هم میزنیم تا سوپ ما صاف بشه. خب این غلظت سوپ ما هستش. اگر که بخواید میتونید بقیه آب مرغی هم که داشتید اضافه کنید. ببرید روی گاز، بقیه آب مرغ رو اضافه کنید و هم بزنید تا سوپ رقیق تری بهتون بده. ولی الان به نظر من این غلظت خیلی خوبی برای سوپ هستش و میکشیمش داخل ظرف. به اندازه یک قاشق غذاخوری آب لیمو روی سوپ میریزم. و با خامه هم تزیینش میکنیم. سوپ چه طعمی داره؟ اولا که موقعی که این کدوی تنبل داشت توی فر
رست میشد و کبابی میشد کامل عطرش تو خونه پیچیده بود و خیلی عطر خوشایندی بود. خب چیزی که خیلی غالب هستش عطر کره و یکم هم پیاز هستش که من فکر میکنم اگر پیاز کمتر میریختم خیلی بهتر بود. خب این سوپ من فکر کردم که یکم شیرین باشه ولی اصلا شیرین نشده، یه طعم تقریبا ترشی داره، اون ترشی لیمو کامل توش حس میشه و خیلی هم خوش عطره. و من فکر میکنم که خیلی جا داره که خامه بیشتری هم توی این سوپ استفاده بشه و خیلی کریمیتر و خامه تر بشه. سوپ خوشمزه بود. اگر که دوست داشتید این سوپ رو تهیه کنید و با عزیزانتون نوش جان کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید ازتون ممنونم. اگر اولین بار هست به کانال یوتیوب ما میاید حتما کار رو سابسکرایب کنید، بلکه زنگ رو بزنید تا ویدیو جایی براتون اطلاع رسانی بشه. نظراتتون رو تو بخش کامنت برامون بنویسید و ویدیو ما رو با دوستان آشناتون به اشتراک بگذارید، البته لینک ویدیو رو. ممنونم که اینجا هستید و خدا نگهدار.